تلفات غیر نظامیان در افغانستان یکی از نگرانی های جدی به شمار می رود. درگیری های افغانستان همواره از غیر نظامیان قربانی گرفته اما حکومت تا اکنون هیچ گونه اقدامات را برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان منازعات روی دست نگرفته است. بعد تازگی دفتر یونما در کابل در گزارش نوشته است تنها در چهار ماه نخست سال 2017 میلودی 283 کودک کشته و 704 زخمی شدند که این رقم نسبت به سال قبل یک درصد افزایش را نشان می دهد. وزارت خارجه آمریکا عکسهای های ای را از این تأسیسات منتشر کرده می گوید برای از بین بردن شواهد به کار گرفته شده است. گروه های حقوق بشر می گوید که هزاران زندانی در این زندان نظامی در بیرون در یونما از افزایش آمار تلفات کودکان ناشی از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیر خواسته است تا با منظور کاهش تلفات اقدامات فوری انجام دهند. است. عفو ملل گزارش داد که از 2011 تا 2015 ادام های جمعی هر هفته در این زندان های اتفاق افتاده است. اما دولت سوریه در آن زمان ادعاهای اف بین را بی, بی پایه و آری از حقیقت توصیف کرد. استوار جانس دستیار موقت وزیر خارجه در امور خاورمیانه به خبرنگاران گفت منابع موثق متقید که اجساد در گروه های پیش از این یونما در گزارش سه ماهه تلفات غیر نظامیان در افغانستان از کاهش 4 درصدی تلفات غیر نظامیان خبر داده بود یونما به طور کلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان را روز افزون دانسته و در گزارش خود خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از غیر نظامیان شده است